تحولات اوکراین و کشمکش روسیه با دولت‌های آمریکا و اتحادیه اروپا یکی از تحولات مهم منطقه ماست و مشخصاً اروپای شرقی رو در بر گرفته. خود این مسئله یکی از مسائلی است که بخش‌های عمده‌ای از رسانه‌های بین‌المللی به خبررسانی در این خصوص پرداخته و بسیاری از حواشی و واقعیت‌های موجود در این کشمکش رو در صحنه تبلیغات پنهان کردند. در برنامه این هفته چشم‌انداز با همراهی رفیق فریدون ناظری تلاش خواهیم کرد که نقاط پوشیده این مبحث و تحولات اخیر اوکراین و کشمکش بین قدرت‌های امپریالیستی موجود در منطقه رو مورد بررسی قرار بدیم. از شما دعوت می‌کنم که بیننده این برنامه باشید که مشخصاً در خصوص سرنوشت مردم اوکراین و طبقه کارگر و مبارزات کارگری در این منطقه گفتگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید. رفیق فریدون، با سپاس از حضورتون در برنامه چشم‌انداز این هفته و ازتون میخوام لطف کنید در ابتدای برنامه در خصوص آخرین اخبار، گزارشات و معلوماتی که موجوده و اخیراً به دست اومده برای ما و بینندگانمون سخنی را ایراد کنید که بتونیم وارد مبحث کلی برنامه بشیم. با سلام به شما همکاران، شما بینندگان عزیز، روز چهارشنبه از جدیدترین شروع میکنم، یک کم عقب‌تر میرم. بله، در خدمت. روز چهارشنبه در پایتخت لهستان ورشو اوباما این رئیس جمهور ساختگی جدید رو دید که اسمش از پترو پوروشنکو، یک میلیونر، در واقع میلیاردره، به انگلیسیش همون بیلیونره، یک میلیاردر. همه میلیاردرهای اوکراین مثل همه روسیه و مثل تمام کشورهای قبلی شوروی و مثل تمام کشورهای اروپای شرقی که بلوک شرق بودن، اینا از دزدی اموال و مراکز و پولهایی که در دست دولت شوروی بود و متعلق به مردم بود، اینا دزدن همه در به این معنی. خب سرمایه‌داران هم به این معنی همه از اول همینجور شروع کردن، ولی اینا جدیدترینن، مشخصا وابسته به باندهای مافیایی موجود در منطقه. بله، اینا جدیدترینن بنابراین. اما در این حال خب استثمارگر هم هست، یعنی از طریق استثمار طبقه کارگر یه میلیاردها دلار، نزدیک 2 میلیارد دلار ثروت اندوخته و همشون هم به قول شما جز باندهای مافیایی هستن. اپورتونیست های عجیبی هم هستن، یه وقت با روسیه رفیقن، یه وقت میرن طرف آلمانی و وقت میرن طرف آمریکا. الان این پوروشنکو مثلا نوکر آمریکا شده دیگه. اون اوباما دیدش و گفت که این پوروشنکو در حالی که مردم کمترین دستمزد رو در اروپا دارن، وضعشون خیلی خرابه، ثروتمندترین کشور، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا، ولی به دلیل همین مافیاها وضعشون خیلی خرابه، جای اینکه بره کمکی برای این مردم بخواد از آمریکا، گفته ارتشمون رو چیز بکنید، تجهیز بکنید. بابام طبعا برای همین کار اومده، گفته ولی حتما میکنیم و گذشته از این 1 میلیارد دلار هم از کنگره میخوام که این نیروهایی که در کشورهای پیرامون روسیه هستن همه رو تقویت بکنه. این یه خبره. روز جمعه 6 ژوئن سال روز پیاده شدن نیروهای متفقین در نورماندی. بله. بنابراین خود تمام سران کشورها از جمله پوتین میرن اونجا. پوتین گفته باید دیدار بکنیم و با اوباما دلیل ندار صحبت نکنیم. اوباما گفته دیدار نیست، صحبت نیست. بعد خیلی چیزا رو میگه که روسیه داره انجام میده. روسیه میگه خب تو روز خودش به عراق حمله کردی، دروغ گفتی، حالا هم دروغ میگی، سند بیار. ولی اینی که روسیه انقدر نرم و ایناست به دلیل اینه که کریمه رو خورده دیگه، برده، اون برنده است، نمیخواد درگیری جنگی بشه، جنگ داخلی بشه در شرق اوکراین. مقصودم این نیست که مثلا این یکی از اون بهتر، اون از این که هر دو سران این امپریالیست ها و کشورهای هستن که در خدمت استثمارگران. اما مهمترین تحول در شرق اوکراین داره اتفاق میفته. ببینید پوروشنکو که سر کار اومد، اولین کارش این بود که یه حمله سنگین نظامی کرد که خیلی نمادین بود که نشون بدن خب یک حالا دیگه دولت موقت رفته، یک دولت به اصطلاح از صندوقای رای در اومده، بنابراین قانونی مشروعه. و اولین کارش هم اینه که حمله بکنه به اینایی که مخالف دولت مرکزی هستن. یکی از تعهدات اصلیش هم همین بوده که بتونه سریعا از روز اول هم همین رو گفت. بله، کنترل بکنه.
ولی حقیقتا این روزنامه ها و این بی بی سی ها و رادیو آمریکا و تلویزیون آمریکا اینا دیگه همش این تبلیغات غربی ها رو پخش میکنن، میخواستن بگن که این قدرت نمایی کرده. 100 نفر رو کشته بودن. این 100 نفر درست 35 نفرشون اصلا جز واحدهای دفاع از خودم نبودن. یه ماشین مردم غیر مسلح کاری به هیچ کدوم از این جناها ندارن بودن، زخمیشون کردن، میخواستن بفرستن بیمارستان، وسط بیمارستان نذاشتن برسن بیمارستان، با RPG زدنشون همه رو کشتن. یعنی میخواست یه قدرت نمایی بکنه که بعدا معلوم شد پوچه اینا. این هنوز پاشو تو هیچ کدوم از این مناطقی که اساسا نیروهای دفاع داخلی هستن نذاشت، یه شهرهایی رو رفته که دفاع داخلی اونجا ضعیف بودن. آخرین و وحشتناکترین خبر اینه که اول یه بیمارستان یکی از شهرهای شرق زدن، دکتر جراحش رو کشتن، 3 نفر دیگر رو کشتن، بعد بیمارستان رو گرفتن. 25 نفر از کسانی که زخمی بودن اونجا بودن همه رو کشتار کردن. مشکل اینه که این مردم شرق اوکراین، بعدن شاید بیشتر توضیح بدیم، نمیخوان جز این حکومت مرکزی باشن به دلایلی که خودشون دارن. ربطی به امپریالیست های شرق و غرب یا روسیه و فلان نداره، خودشون دلایل اقتصادی، دلایل سیاسی دارن، شاید بعدن صحبت کنیم. اما اینا نیروی مسلحی تشکیل دادن، 2 تا جمهوری تشکیل دادن با رأی خود مردم، جمهوری خلق لوهانسک یا لوگانسک، هر دو رو میگن، یا جمهوری دونتسک. خب اینا حقیقتا امیدشون بیشتر روسیه بود، ناسیونالیسم روسی متاسفانه هنوز اونجا هست. حتی کارگرایی که بعدا صحبت خواهیم کرد بیشتر طرفدار سیستم شوروی هستن، که این سیستم خود سیستم 1917 به بعد نیست، که سیستم 1930 به بعده. اما دولت رفاه خیلی سخاوتمندی که ناشی از همون انقلاب 1917 بود مونده بود، اینا فکر میکنن اینا میتونن احیا کنن، اینا توهمه. بنابراین نگرانی اینه که اینا روسیه دفاع نخواهد کرد، به دلیل اینکه فقط کریمه رو فضای جهانی بهش اجازه داد، مثل چین و این کشورهایی که ازش حمایت میکنن. دیگه اینه که روسیه متوجه شده کارگرا به عنوان طبقه کارگر، کارگر با خاص کارگری جلو اومدن در 20 خورده سال گذشته، همچین چیزی دیده نشده. از اینم نگرانه. دیگه اینکه توافقات اقتصادی خیلی وسیعی داره با غرب، حتی میخواد نفت و گازش و لولش رو کشیده ببره مثلا با چین، که 400 میلیارد دلار قرار با هم امضا کردن، سالها طول میکشه اونا عملی بشه. همه روابط مثلا اقتصاد تجاریش 2 تریلیون دلاره، 1/3 آمریکا، این با غرب در واقع. بنابراین منافعش ایجاب نمیکنه، دفاع نخواهد کرد از این مردم. و من واقعا فکر میکنم نمیدونم چی خواهد شد، چقدر اینا متکی به خود خواهند بود، چقدر سازمان یافتن، ولی جای نگرانی هست واقعا، چون کارگرها بیشتر اونجا تو نیروی دفاع از خودن. و بعد یه سرمایه‌داری هست به اسم اخمتوف که بزرگترین سرمایه‌دار اوکراین، 12 میلیارد دلار ثروت داره. این ده‌ها پرونده دزدی مستقیم و مافیا بازی و اینا داره. اینم بخشی از کارگرها رو سازمان داده، کارگرایی که میشه بهشون گفت کارگران آگاه، علیه همین جنبشا. بنابراین به نظر من آخرین تحولات ما در آینده باید ببینیم چجوریه، تا اینجا وضع اینجوریه. بله، ما اشاره کردیم که وضعیتی که الان در اوکراین مستقر عموماً کشمکشی بین دو امپریالیزمی که در منطقه موجودن. از یه سو شما اشاره به منافع دولت روسیه کردین و منافعی که دولت امریکا و کشورهای به اصطلاح اروپای غربی یا اتحادیه اروپا بیشتر دارن تعقیب میکنن. اگه بشه مشخصتر راجع به هر کدوم از این منافع ما صحبت بکنیم، به نظر من میتونه دورنمای مشخصی رو به هر حال احیا بکنه برای ما و بینندگانمون. مسئله صدور گاز و نفت از روسیه به اروپای غربی و به خارج از این مرزها، مسئله ای که آمریکا داره تعقیب میکنه، بیشتر هدف اساسی اینا این دو امپریالیزم چیه در این تحولاتی که داره پیش رو؟ بله، من فقط اینو اضافه کنم، 3 جبهه هست در واقع. 2 جبهه اصلیش همینان صحبت خواهیم کرد. بله. جبهه های مردم و کارگرا رو بعدا صحبت خواهیم کرد. بله. ببینید، وقتی که شوروی سقوط کرد
در اواخر 1991 و بعد بگیم اوایل 1992. تا اون وقت استراتژی آمریکا برای اون منطقه در واقع در هم شکستن شوروی بود. دلیلش هم این بود که این دولت رفاه سخاوتمندی که بود یک مدل عظیم بود برای کارگرای دنیا، از جمله کارگران آمریکا. دلایل مختلف داره، سیاسی، ژئوپلیتیک، ولی اینم یک دلیل اصلیشه. بنابراین استراتژیش در هم شکستنش بود که در هم شکست از داخل در هم شکست و فرو پاشی. در واقع استراتژی بعدیش این بود که تمام اون کشورها، جمهوریایی که کشور مستقل بشن و بعد اینا رو جذب بکنه توی ناتو و روسیه رو محاصره در محاصره قرار بده که دیگه احیا نشه اون قدرت. خیلی از کشورها وارد این فاز شدن، ولی اوکراین مونده، بلاروس مونده، گرجستان با اینکه تلاش شد ولی روسیه حمله نظامی کرد در 2008 و تنبیهش کرد و دو ایالت رو ازش جدا کرد. آبخازی رو تصرف کرد. بله. خب حالا روسیه در 2008 که بحران شدید شد، کل کشورهای سرمایه‌داری، این نوع بحران متفاوت بود با بحران‌های دیگه، برای اینکه بحران‌های دیگه اتفاقا به هم حمله می‌کردن بازارهای جدید رو بگیرن و کالا و سرمایه رو منتقل کنن اونجا. این دوره اصلا این چیزا نموده، همه جا سرمایه‌داری، همه جا بازارهاست. بنابراین متحدن می‌باید علیه طبقه کارگر و تحمیل بحران به طبقه کارگر متحد بشن و گروه 20 درست کردن و روسیه هم متحد خودشون کردن و تو گروه 7 به اضافه 8 هم آوردن، سنگ کردن گروه 8. اما تناقضات منافع اینا، تناقضات مرگباری که در درون سیستم سرمایه داری است، اجازه این وحدت رو نداد. روسیه منفعت داشت در سوریه، اونجا یک پورتی، یک بندری در اختیارش بود، نیروی پایگاه باقی ماندهش از دقیقاً قدرت پیشینش بود در منطقه، اینو داره. بعد اگه این رژیم بعث و اسد رو تغییر میدادن اونو از دست میداد. دیگه اینکه کریمه به خطر میافتاد که تنها وسیله تماس روسیه است با آبهای گرم، برای اینکه در شمال تمام آبها آب یخزده و آب سرد هستند. این چیزش میکرد به مدیترانه و بعد بره اروپا و همه جا. خب تو سوریه محکم در برابر آمریکا ایستاد، به درجاتی از ایران دفاع کرد در جمهوری اسلامی. این اسنودن رو که آبروی نداشته دولت آمریکا رو در چه مونده بود برد، این جاسوس بین المللی رو افشا کرد، اونم آورد بهش پناهندگی داد. خود دوباره به فکر افتاد که این اون اتحاد دیگه نمیارده. سالها در اوکراین خود یکی از مقامات امور خارجهشون گفته در 10 سال گذشته 5 میلیارد دلار خرج کردن تو اوکراین برای درست کردن به اصطلاح خودشون تقویت دموکراسی که ما میدونیم جز جنایت نیست. اون چیزا رو به کار انداختن، رفتن تو اوکراین. اما اوکراین زمینه داخلی داشت، همینجوری نیست که بعدا شاید صحبت میکنیم. خب روسیه در برابر این باید دفاع میکرد از خودش دیگه. اوکراین مثل حیات خلوت روسیه است. من فقط روایت ها رو میگم، هیچ دفاعی از روسیه که ندارم، که از سرمایه داری روسیه رو محکوم هم میکنم، مقصودم اینه که روایت ها رو بگم. این حیات خلوتشه، کسی بیاد تو اینجا یعنی مرزش به تماما به خطر افتاده. بنابراین اونم تمام قدرت خودش رو به کار برد، تمام روسی زبان ها رو سازمان داد. چقدر خودش نیروی مستقیم روسی به کار برد نمیدونیم، ولی اینقدر نیرو داشت اونجا که اولا کریمه رو که با یک رأی‌گیری 93% جدا کرد و برد. یعنی آمریکا که اومده بود اونجا اول که روسیه رو تحت فشار بذاره، یکی از بزرگترین پایگاهاری رو که می‌خواستن از دستش در بیارن اصلا مال خودش کرد. البته تاریخاً هم مال خودش بود واقعا. بنابراین روسیه و آمریکا الان درگیر این کشمکشن. اما یک مسئله خیلی عمده‌تر از این در جریانه و این اینی که اینا کشورهایی هستند که در حال نضج، یعنی روسیه اقتصادش احیا شده،
آمریکا با اینکه هنوز بزرگترین اقتصاد دنیا است، اقتصادش رو به نزول چندین سال و هی رو به نزوله. قدرت نظامی معمولا متکی به اقتصاد. الان اگه آمریکا جلو خودشو جلو نیروهای چین و روسیه رو برای ورود به دنیا و مخصوصا ورود به خاورمیانه و ورود به منطقه خلیج فارس با 62% نفتش نگیره، بعدن براش نخواهد، توانشو نخواهد داشت جلوشو بگیره. بنابراین اون مسئله اصلی هم هست، یعنی اومده که تو این منطقه آسیای میانه رو که اونجا مراکز خیلی بزرگ نفت و گاز هستش، اینا رو هم در اختیار بگیره که یه سد دفاعی هم باشه در گسترش نفوذ این دو کشور غول. کشمکش ها اینجوریه به همین جهت. روسیه الان خیلی نرمه برای اینکه سهم خودش رو برده، با چین هم خیلی به هم نزدیک شدن، قرارداد گفتم 400 میلیارد دلاری سوخت امضا کردن با هم دیگه، ما نمر خیلی بزرگی در دریای جنوب چین دادن. از اون ورم آمریکا رفته فیلیپین و ژاپن و کشورهای دور و بر چین و علیه چین تحریک کرده و خودش هم حمایتشون میکنه که چین رو مشغول اونجور مسائل داخلی و اینجور چیزا بکنه. یعنی کشمکش ها در این سطح. در خصوص زمینه‌های رشد و بروز این کشمکش‌ها شما توضیحاتی رو دادین، ولی بحث از مسئله انتخابات پیش اومد که شما اشاره کردین که نخست رئیس جمهور جدید انتخاب کردن و رأی‌گیری‌هایی که سرنوشت این مردم رو تا حدودی دستخوش تغییرات کردن در مناطق مختلف، مثلا در همین 3 ماه گذشته از خود کریمه گرفته تا اون دو تا جمهوری، تا اون دو بخش استقلال یافته‌ای که به هر حال برای خودشون فعلا انتخابات برگزار کردن، تا خود اوکراین که انتخابات ریاست جمهوریشو برگزار کرد، ما دیدیم که در این بخش مردم فعال حضور پیدا کردن. به هر حال در هر کدوم از این انتخابات ها به یک نحوی خواستن نظرات خودشونو اعمال بکنن. قطبای امپریالیستی در این میان چه نفعی رو بردن از این وضعیتی که هست و خود دولت اوکراین بعد از این انتخابات در چه شرایطی میتونه قرار بگیره؟ در نوامبر 2013 مردم غرب اوکراین، نه شرق، مردم غرب اوکراین اعتراض داشتن به یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین که چرا اون قراردادی رو که با کشورهای اتحادیه اروپا داشتی امضا نکردی. اینا زمینه داخلی داشت، این امپریالیست ها اومدن رو این زمینه داخلی سوار شدن. زمینه داخلیش هم اینه که اوکراین یک کشور بسیار ثروتمنده، 800 نوع ماده معدنی داره که بعدش هیچ کشور دیگه نداره. 8000 معدن داره که 800 نوعش مخصوص فقط و در اونجا پیدا میشه. یکی صنایع بسیار پیشرفته ای داره در شرق که اینا بمب اتم روسیه در واقع اونجا بوده، صنایع اتومبیل سازیش، هواپیما سازیش، کامپیوترش، همش پیشرفتن. صنایع نظامیش خیلی پیشرفتن، دیگه صادر میشه. در غرب خاک سیاش بی‌نظیر در دنیا، یعنی بدون کود درش بهترین کشاورزی رو میکنن و گندم صادر میکنن. از نوع حاصل خیزترین خاک دنیا که فقط در اوکراین و در کانادا بعضن پیدا میشه، در روسیه هم یه مقدار هست. بله. خب این مردم با این همه ثروت تحت تأثیر این حکومت های فاسد و این سرمایه داران دزد، زندگیشون فقیرانه ترین بوده در مقایسه با کل اروپا از شرق و غربش. دیگه اینکه دیکتاتوری، فساد، رشد فاشیسم، اعتراض به این جور چیزا سبب شد که این مردم بیان بگن این دولت یانوکوویچ قبل از اینکه بگن بره گفتن با فساد باید مبارزه کنه، زندگی ما رو بهبود بده. این قرارداد رو فکر میکردن این قرارداد به نفعشون است. در واقع این قرارداد هر جا که اینا پا گذاشتن با این قراردادهای صندوق بین المللی پول و این کشورهای مثل آلمان و آمریکا و فرانسه و اینا، ویرون کردن طبقه کارگر و مردم رو. یک قشر ثروتمند درست شده ولی مردم هی زندگیشون آواره شدن در کشورهای دیگه، کارگراشون. بنابراین با این توهم اومدن، ولی وقتی که حکومت جدید سر کار اومد، دیدن دست راستی ها و فاشیست ها سر کار اومدن، اکثر همون مردمی که تو میدون استقلال بودن اعتراض کردن و وقتی که اون رئیس جمهور پیشین رو از زندان در آوردن اصلا به اجازه ندادن سخنرانی بکنه، یا وقتی که کرد اکثرا رفتن. مقصودم اینه که این مردم از همون اول در برابر این
حکومت مرزبندی کردن در غرب. در شرق از همون ابتدا مخالفش بودن. در شرق از همون ابتدا گفتن که ما تو رو نمیخوایم، این حکومت موقت رو نمیخوایم. فاشیست ها هم از تاریخاً در شرق مخالف فاشیست ها بودن. یعنی که فاشیست ها تاریخاً ضربات بسیار مهلکی به خود مردم اوکراین زدن. بنابراین اینا امریکا و آلمان و اینا تونستن بر اساس اون سرمایه گذاری که قبلی که کرده بودن از این زمینه استفاده کنن. حالا مردم وضعشون چجوریه؟ وضعشون اینه که وقتی که تو قدرت نداری، تشکل نداری، طبقه آگاه نیست، حتی تشکل‌های صنفیت همش تر به این حزب و اون حزب و اون سرمایه‌دار و سرمایه‌دارا برعکس کشورهای دیگه که از طریق حزب عمل میکنن، سرمایه‌دارا به عنوان فردم دخیلن در سیاست ها. بنابراین مردمی هستن در غرب چاره ای ندارن، بخشن شرکت کردن انتخابات، بخشن هم دروغه، واقعا بخشن شرکت کردن، بخشن هم دروغه، برای اینکه گزارشات زیادی بوده که نرفتن. در شرق که اصلا خودشون هم میگن 12% از جمعیت شرکت کردن. ما الان با کشوری طرف هستیم که یک رئیس جمهور جعلی، یک رژیم جعلی بهش تحمیل شده و با تمام قدرت نظامی میخواد اینا رو تسلیم بکنن و هدفشون اینم هست که بیان همین خاک سیاه و خصوصی کنن، غربی ها بخرن اینا رو، صنایعشو در شرق، معادنشو در شرق اگه با منافعشون جور باشه ادامهش بدن، وگرنه تعطیلش خواهند کرد. مردم شرق اینو میدونن. بله. و کارگراش هم مثل کارگرهای لهستانی که آواره همشون بویژه به لهستانی آواره اروپا بشن، با ارزانترین قیمت کار کنن، دستمزد تو اروپا هم پایین بیارن و قدرت طبقاتی طبقه هم پایین بیارن. یعنی طرحاشون اساساً به لحاظ اقتصادی استراتژیش اینه، به لحاظ سیاسی هم که قبلا توضیح دادم. بله. شما راجع به مسئله سوریه صحبت کردین و مسئله اوکراین که این دو قطب مشخص تحولات اخیر در خاورمیانه و اروپای شرقی می‌بینیم که به مرکزی تبدیل شده که امپریالیست‌ها دارن کشمکش‌های منطقه‌ای و حتی داخلی رو در اونجا پیاده می‌کنن. بحث برای اینه که البته بخشی از رسانه‌های غربی و امپریالیستی این رو دارن تشبیه می‌کنن که امکان داره در این وضعیت منجر به، خصوصا در اوکراین، منجر به یک جنگ جهانی بشه و عموماً این نگرانی‌ها رو دارن بازتاب میدن. ارزیابیتون چیه در این خصوص؟ چون شما اخیراً مقاله‌ای رو هم در این خصوص نوشتین و به خیلی از موارد ریز و درشت این مسائل اشاره کردین در یک مسئله تحقیقاتی. آیا فکر می‌کنین که امکان چنین مسئله‌ای موجوده؟ جنگ منطقه‌ای و سراسری طبعاً نخواهد بود، ولی جنگ داخلی که روسیه رو درش درگیر کنن و فرسودش کنن به قیمت زندگی مردم و کارگرا و زیر ساخت اقتصادی، این هدفشونه. جنگ رو نخواهند کرد، جنگ سراسری. اولا دولت آمریکا تو افغانستان گیر کرده با اون همه کشور ناتو از دست یه عده آدم به اصطلاح، حالا پشتیبانی دارن اونم، ولی به هر حال به نسبت کشورهای مسلحی مثل آمریکا ظاهرا نباید چیزی باشن، ولی چه بلایی سر نیروهای آمریکا آوردنمون، نیروهای مرتجع طالبان. اینا عراقو که ویرون کردن، عراقو اومدن، البته اومدن نفت ببرن، نفتو دارن میبرن، مهم براشون نیست عراق، ولی ویرونش کردن، یعنی اونجا هم شکست خوردن. در واقع اون افغانستان شکست، اونجا شکست خورد، لیبی رو ببینید اونجا هم شکست خوردن. نیروی روحی باخته اینجوری رو که نمیشه آورد تو اوکراین، اونم با قدرت روسیه و با پشتیبانی چین روبروش کرد. که روسیه سنتا یه ارتش سرخ عظیمی داشته که سنت ها و قدرت و نیرو و همه چیز مونده، بمبای اتمش هم که اگه اولی نباشه دومیه بعد آمریکا، علاقل مساویان با هم هستن دیگه. بنابراین هرگز به نظر نمیرسه فعلا درگیر اینجا. اما همونطوری که گفتم، ببینید ما درگیر یک سیستمی هستیم، سیستم سرمایه داری که اخیرا یکی از پروفسورهای نامدار به اصطلاح که تو انگلیسی ولی تو آمریکاست به اسم دیوید هاروی، یک کتاب نوشته به اسم
17 تناقض سرمایه‌داری و پایانش. یعنی این تناقضات مرگباره، تناقضات خیلی بیشتره، تضادها خیلی بیشتره. این تضادها این حکومت ها رو به دنبال خودش خواهد کشید. اینجوری نیست که اگه اومدن یه تصمیمی گرفتن همه چی دست اینا نیست، که اومدن یه تصمیمی گرفتن این تناقضات به لحاظ اقتصادی به لحاظ سیاسی اینا رو به دنبال خواهد کشید. اگه این تناقضات نباشه، اگه اینا رو ما از دید یک سرمایه دار به اصطلاح عاقل نگاه بکنیم، معمولا نباید جنگ اتفاق بیفته. یکی دیگه از دلایلش هم اینه که اقتصادها خیلی قاطیان. الان مثلا 60% از سرمایه خارجی که تو چینه تماما آمریکاییه. خود بریتانیا اعلام کرده که 46 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده تو روسیه. روسیه 23 میلیارد دلار تو انگلیس. از طرف دیگه این که تا اینه که سوخت 35 همه رو میگن این آمار غرب تأمین نشه، که امیدوارن از کانال به اصطلاح بردن نفت کردستان عراق و گاز کردستان عراق و آذربایجان و بعدن ایران و این طرح نوبکو که دارن، اونم خیلی طولانی خواهد بود، معلوم نیست سرانجامش چه. تا اینا تأمین نشه برشون، این نفت و گاز روسیه رو اگه نبرن خودشون فلج خواهند شد. اقتصادشون، کارخونهشون، معدنشون، زندگی داخل خونه و ادارهشون هم فلج خواهد شد. سرمایه شمال اروپا رو یا حتی مرکز و جنوب اروپا رو بیار زمستون و تو گاز نداشته باشی برای سوختن. مقصودم اینه که خیلی اقتصاد قاطیه و اینها به نظر من موانع بزرگیه که من به نظرم نمیرسه جنگ منطقه بزرگ خواهد بود، ولی در طرحشون دقیقا اینه که تو شرق یک جنگ فرسایشی داخلی را بندازن، روسیه رو درگیرش کنن. روسیه هم گفته من وارد اون نخواهم شد، هیچ نیرو اونجا ندارم. حتی خبرنگارانی بودن رفتن تو مرز شرق اوکراین و روسیه گشتن، دیدن حتی نگهبانی های چیزش هم خالیه، یعنی نیرویی که میگن و اینا اون گزارش اونا می هست. بعد یعنی این اطلاعات هم از رادیو تلویزیون های روسیه میاد، معلوم نیست چقدر درسته. من فقط تکرار میکنم که اینا هستش. اونا گفتن ما گشتیم و هیچ نیروی روسی ندیدیم. در داخلم خود پوتین همین دیروز گفت که خب سند بیار، تو که این همه وسیله جاسوسی داری، این همه ماهواره داری، سند بیار. هی میگی اینجوری میگن، میگن اونجا میجنگن که به نظر میرسه دوره دیدن. خب سربازی کرده وقت خودش، تو نیروی ارتش سرخ بوده و قبل از اینکه شوروی ساقط بشه مثلا یا متلاشی بشه. مقصود این که اینا دلیل نمیشه که به هر حال به نظر من جنگی احتمالاً در افق نخواهیم داشت. ولی جنگ داخلی احتمالش هست. هستش. چون تحریکاتی که الان موجود یا همون گارد ملی که به اصطلاح درست کردن با حملات اخیرشون ثابت کرده. تمام جنایاتی که الان میکنن تماماً نشانه جنگ داخلیه. یکی از ویدیوهایی که توی یوتیوب منتشر شده عملاً این نشون میده که یکی از هلیکوپترها یکی از مراکز پلیس رو مورد حمله قرار میده، به خاطر اینکه این تنش طوری پیش بیاد که معلوم بشه جنگی هست و عملاً این وضعیت به وخامت داره. دقیقاً ببینید ارتش اوکراین یه ارتش روسیه، در واقع فرهنگش روسیه، تمام تجهیزاتش روسیه. الان میخوان اینا رو تغییر بدن. اوباما تو ورشو اومده بود برای این، یکی از دلایلش. اونا وقتی که نمیجنگیدن اون حرف شما کاملا درسته، خودشون پلیس خودشون رو میزنن که تحریک بکنن نیروهای پلیس و ارتشو، چون پلیس اصلا هیچ دخالتی نداره در هیچ بازید. هیچ، فقط تحریکات و توطئه‌های خودشون. بله، ما به مسئله مبارزات کارگران، زنان و جوانان و مردم زحمتکش اوکراین برای یک زندگی بهتر اشاره کردیم و شما مشخصا گفتین که این زمینه‌های داخلی داشت. اینا جز فقیرترین طبقه کارگر موجود در اروپا بودن. مثلا ماهانه اوج دستمزدی که گرفتم به 100 دلار رسید، در خصوصی که حداقل دستمزدشون به اونجا رسید، در صورتی که همون حداقل دستمزد در مثلا روسیه نزدیک به 860 دلار یا در کشورهای دیگه متفاوت بوده و علیه دیکتاتوری و اختناق به هر حال به نحوی طغیان کردن. در پرتو این کشمکش ما دیدیم که مطبوعات بین المللی این وضعیت رو پنهان کردن که شما اشاره به گوشه‌هایش کردید. در مورد ابعاد و گستردگی این مبارزات و نقش اون در تحولات کنونی و آینده میشه چه چیزایی رو مورد بررسی قرار داد؟ ولی این کارگرا حداقل دستمزدشون 100 دلاره، منتها به طور نسبی
350 دلار 60 دلار میگیرن. بله. ولی هنوز به قول شما یک سوم کارگر روسیه که بغل دستشه. حتی از کارگر لهستان که فقیرترین بودن قبل از اینا، از اونم کمتره. اونا لهستانیا الان بین 450-500 دلار درآمدشون، نه حداقل دستمزد، یعنی پولی که بالفعل میگیرن. ببینید کارگرا تو این قسمت اوائل به عنوان بخشی از مردم شرق، نه به عنوان کارگر، علیه حکومت مرکزی و فاشیستا بودن و رفتن تو واحدهای دفاع از خود، هنوز هم هستن. بعد مدتی کارگرهای معدن اونجا همونطوری که شما اشاره کردید، صنایع فلزیش عموماً یکی از بهترین هاست در اروپا، یکی از غنی ترین هاست در اروپا و کارگراش جز ماهرترین هاست. کارگرهای معدن هم صنعت فولاد اروپا در اوکراین، بله، کارگرهای معدن زغال هم 30% سوخت اوکراینو به جز اون چیزی که روسیه بهشون میداد با یک سوم قیمت اینا تامین میکردن. اینا شروع کردن به مبارزه کارگری، یعنی این اخمتوف که اسمشو بردم 300,000 کارگر داره در معادن و کارخونه های خودش در فقط در شرق. این کارگرای اون و کارگرای چند سرمایه داره دیگه یک جنبشی را افتاده به عنوان میشه اسمشو گذاشت جنبش برای افزایش دستمزد. همین دستمزدی رو که حدوداً گفتم 350 دلاری میگیرن در ماه، گفتن سه برابر باید بکنید. خود یکی از مدیرام گفته درخواستشون همینه، ما تا 600 دلار میتونیم بدیم. قبول نکردن. در این حال سبدهای کالا بهشون دادن، سبدهای کالا رو گرفتن، در این حال گفتن این جزء دستمزد نیست، این استثماری که از ما کردید بخشی از دستمزد ما خوردید، این بخشی از اون حق خودمونه، میگیریم ولی به ما حق ندارید توهین کنید، ما گدا نیستیم. خیلی موضع کارگری جالبیه. اینا اعتصاب، نه فقط اعتصاب کردن بلکه اشغال کردن کارخونه و معادن رو. یکی از ترس‌های روسیه و اینی که پوتین میگه من دخالتی ندارم اینی که اینا تقویت شدن. یکی دیگه از چیزایی که اونجا داره اتفاق میفته اینه که ببینید نیروی کار اوکراین 52% زنا هستن. در غرب فاشیست‌ها تونستن زنا رو تا حدودی به لحاظ سیاسی اجتماعی عقب بزنن، در شرق اینجور نیست، بنابراین زنا خیلی اونجا نقش دارن. زن کارگر، مرد کارگر متحدن و الان دارن ارتباطشون رو با کارگرهای اروپا برقرار میکنن. آخرین بیانیه‌ای که من همین امروز هم دیدم، قبلا هم دیده بودم، اینه که بیانیه‌ای دادن گفتن که جنگی اگر در اوکراین بشه تبدیل خواهد شد به جنگ جهانی، اروپا رو خواهد بلعید. ما طرفدار صلحیم، برای اینکه صلح بشه باید حقوق ما تامین بشه و اینکه باید فاشیستا و حکومت مرکزی اینجا نباشد. بنابراین پشتیبانی شما از ما هم پشتیبانی طبقاتی است به لحاظ انترنشنالیستی، اینن به کار بردن، هم بستگی انترنشنالیستی همونه، هم دفاع از صلح جهانی. و فراخوان داده بودند که کارگرها تو لندن برن تیکت بکنن در مقابل دفاتر همین سرمایه‌دارانی که دفاترش مرکزیشون تو لندنه و تو اوراق قرضه لندن سرمایه‌گذاری‌های عظیمی کردن. این تحولات به کجا خواهد انجامید؟ ما باید مانیتورش کنیم، دقت کنیم. اما تحولات بزرگیه. ما الان با کارگرانی طرف هستیم که تجربه شوروی رو دارن، یعنی بحث هست، ما چندین گزارش داریم که بحث نشستن بحث کردن ما در چه دوره‌ای بودیم، چه حقوقی داشتیم، بیکاری موجود نبود، حقوق بازنشستگیمون چی بود چی بود. الان اومدن دستمزدمون رو پایین آوردن، کار دائم نداریم، هر وقت بخوان بیرونمون میکنن، مجبوریم کارگر مهاجر بشیم، در غرب رفتن به اروپا، در شرق رفتن به روسیه. دیگه اینی که هم حقوق بازنشستگی یک کمی رو که داریم دارن میگیرن ازمون. اون قراردادی که با صندوق بین‌المللی پول دارن یکی از موادش اینه که اولا
این بازنشستگی‌ها رو کم کنن. بازنشسته‌ها هم بیشتر زنا هستن. ما میدونیم که زنا معمولا 5 سال بیشتر از مردا عمر میکنن. به همین جهت تعداد زنای بازنشسته جمعیتشون خیلی بالاست در کل اروپا اینجوریه. اینو میخوان بگیرن. گازشون رو یک سوم قیمت بود به نسبت یارانه‌ای که روسیه میداد. الان گاز رو هی دارن گرون میکنن که ببرن قیمت اصلیش بکنن. طبق قرارداد با همون صندوق بین‌المللی پول. همین بازنشسته‌ها دیگه نمیتونن خونه‌شون هم گرم کنن. یعنی یک مبارزه هست کارگری به این معنی برای افزایش دستمزد، برای حفظ حقوق بازنشستگی و شرایط موجود حداقل. بله حداقل، و اینه که سوخت گرون نشه. اگه سوخت میخوان گرون بشه، سوخت خودشون رو نمیدن، خودشون چیز میکنن دیگه. اینکه لوله هایی که از شرط، این لوله ها هم از 5 لوله گاز و نفت روسیه، مخصوصا گاز، از شرق میره به طرف دریای سیاه، از همین مناطق چیز میشه. باید یارانه ما، یعنی میخوان با روسیه، یکی از دلایل ارتباطشون این نیست فقط روس زبانن یا روس تبارن، یکیش هم این ارتباطات اقتصادیه. ما همین قراردادی رو که روسیه با داشت با اوکراین، یک سوم قیمت گازو میداد، با همون ادامه بدیم. ثروت خودمون در دست خودمون باشه، چون همیشه درآمدی که از شرق، شرق وقتی میگیم شرق اوکراین، بحث جغرافیا فقط نیست، یک تقسیم بندی تاریخی شده به این بین. شرق اوکراین همیشه ثروتمندتر بوده، حتی دستمزد کارگرا یه ذره بهتر از کارگرا و سطح زندگیشون بهتر از کارگرای غرب، چون صنعتی تر بوده و صنعتی تر بوده، غرب بیشتر کشاورزی ماهرترن. بله اونا را اونجا هم خیلی صنعتی غرب بالقوه، یعنی الان متوجه شدن یک ذخایر گازی هست که یک چهارم گاز دنیا اونجا ذخیره است، ولی وقت خودش امپراتوری به اصطلاح اتریش مجار اینا رو هی نگه داشته، کشاوردی میکنن. متاسفانه شوروی هم همین چیز اینو تعقیب کرده، در نتیجه صنعتی نشدن، وگرنه بالفعل اونا هم خیلی ثروتمندن، زمینه های رشدش رو دارن. بله بنابراین شرق الان بالفعل عملا خیلی ثروتمنده، میخواد ثروتش رو نده به غرب، نمیخواد بده به شوروی هم، ببخشید به روسیه هم، ولی پشتیبانی روسیه رو میخواد به دلیلی که تنها از عهده اینا بر نخواهد اومد. و نمیشه اینو انکار کرد که ناسیونالیسم روسیه هم قویه بینشون. هنوز مثلا سوسیالیسم که ما آثارش رو داریم میبینیم تازه داره جوانهاش رو نشون میده. این همبستگی جهانی طبقاتی، همبستگی انترناسیونالیستی جوانهاش هستن. مبارزات جوانا در چارچوب همین مبارزه شرق و در غرب در واقع پراکنده علیه فاشیستا هستن و رای ندادن ها اونجور خودشون نشون دادن. ولی اینجا دیگه بین این مبارزه کارگری و این مبارزه ای که دفاع از خود، این مبارزه نظامی تقسیم شدن، هم زن هم جوونا و هم کارگر. رفیق فیدو، ما وقتی تحولات اوکراین رو نگاه میکنیم میبینیم شاید در اول قضیه مسئله اعتراض بود، ولی بعد شاهد این بودیم که فاشیستا و راسیستا اومدن، راست افراطی اومد در خیابونا حضور پیدا کرد و اعتراضات رو پیش برد. به متعاقب اون اگه ما نگاه به انتخابات اخیر پارلمانی اروپا بکنیم، میبینیم که رشد جریانات و احزاب با گرایش های نجات پرستانه، راست افراطی و حتی فاشیستی رو داشتیم که حتی به پارلمان اروپا راه پیدا کردن و بالاخره وضعیت جدیدی رو به وجود آوردن. از جمله ما اگه به نتایج انتخابات نگاه بکنیم، در فرانسه چنین روندی پیش اومده، در انگلستان پیش اومده، در اسکاندیناوی پیش اومده. ارزیابی شما از این وضعیت چیه؟ با وجود اینکه مثلا در خود اوکراین میگین مقابله با فاشیسم رشد کرده، همین طبقه کارگر داره علیه این مسئله نبرد میکنه، به طور کلی این فضا امکان داره چه تحولاتی رو در اوضاع عمومی به وجود بیاره؟ اول رشد فاشیسم در اوکراین یکم مشخص‌تر میگم، بعد اشارات میکنم. این فاشیست‌ها رو سال‌هاست تربیت می‌کنن، یعنی کمپ و اردوگاه داشتن تو آلمان، رهبراشون با خود همین مرکل دیدار داشتن، خیلی هم نیرو زیاد نداشتن ولی سازمان یافته بودن. وقتی که مبارزات در نوامبر شروع شد و در به اصطلاح فوریه
22 فوریه با رفت اون رئیس جمهور مثل موش در رفت واقعا تموم شد به روسیه پناهنده شد. این فاشیستا در واقع نیروی اصلی بودن که آمریکا با اینکه تو آلمان تربیت شدن آمریکا راهشون انداخت اون 5 میلیارد دلار اینجا آخر شده بود. چرا اینجوری شد؟ خود کشورهای به اصطلاح اروپایی اصلا قصد نداشتن این یانوکوویچ رو فراری بدن، اینا میخواستن با اون به یه توافق برسن. آمریکا بود که منافعش با منافع خود اروپایی هم نمیخوند، رفتن یه قرارداد با یانوکوویچ بستن، نماینده های سه کشور فرانسه و لهستان و اینا آلمان امضا کردن. 12 ساعت بعدش این آمریکا این فاشیستا رو انداخت به جون تمام نیروها، جمله کاخ ریاست جمهوری کاخو گرفتن، همش 3000 نفر نیروی مسلح بودن. اما مردمی که اصلا طرفدار این نبودن، چون سازمان نیافته بودن، چون اصلا آینده نگر نبودن، چون اصلا خطرها رو احساس نمی کردن، رهبری واحدی حتی نداشتن، اینجوری تسلیم اینا شدن. حالا اینا چه نیرویه؟ اولا این نیرو در واقع در غرب همیشه تاریخن بوده. در جنگ دوم جهانی، بله جنگ دوم جهانی که نازی ها حمله کردن 1941 به روسیه از کانال این اوکراین اومدن، یه نیروی فاشیستی اونجا سازمان یافته همکار نازی ها شد. کشتار کمونیست ها و یهودی های لهستان و اوکراین تماما عمدتاً به دست اینا انجام گرفته. و اتفاقا وقتی که کارا تموم شد، نازی ها به عنوان نژاد پست اینا رو هم نابود کردن و این رهبرشون در رفت. بعدن البته گاگیپه ترورش کرد. اینا تاریخاً پس اونجا بودن به دلیل بافت طبقاتی خرد بورژوایی که در اون قسمت هست، همیشه رشد کردن و ارتباطشون هم همیشه با غرب بوده، برای این با راستای غرب هم بودن. اینها در شرق در جنگ دوم جهانی در شرق نیرو نداشتن. بخش مردم پیشرفته و کارگرای پیشرفتش هم تو ارتش ترک بودن. 4 میلیون کشته دادن. این وضعیت سبب شده که در غرب اینا قدرت گرفتن، در داخل حکومت رفتن، تو داخل حکومت نیروهای ارتش و اطلاعات و به اصطلاح نیروهای امنیتی رو اینا رو به دست گرفتن. این چیزای وزارتخونه هایی رو که به این امور خیلی مربوط نبودن ول کردن، رفتن تو آموزش و پرورش هم اونا رو به دست گرفتن. رشدشون به این دلیل چشمگیره، ولی ریشه اجتماعیشون چقدر هست اطلاعات بیشتری میخواد. مبارزه علیهشون خیلی وسیعه، چون جنایاتی رو تو این مدت همین گارد به اصطلاح ملی در شرق انجام داده که یکیش رو شما ویدئوشو گفتی، یکیش همین بیمارستانی که رفتن، همینا میکنن. ارتش رسمیش اصلا کوشش میکنه دخالت نکنه، مردمت خودشو که نمیره کشتار بکنه. منتها متاسفانه خب سیستم سازمان یافته است، همچنان که یه وقت ارتش ایران و جمهوری اسلامی علیه کردستان خیلی راحت سازمان داد، با اینکه مردم ما بودن به اصطلاح هم طبقه ما سربازا بچهای کارگرایان، ولی چون سیستم راش میندازن به جونش میندازن، خطر اینجاست. اما به هر حال در اروپا و آمریکا چرا این وضعیت هست؟ ببینید بعد این بحرانی که در 2008 به اشتراک بیشترین نمود خودش رو نشون داد، یواش یواش چپ در آمریکا و اروپا تقویت شد. خیلی نشانه های روشن بود، مبارزات کارگری چپ، توجه به مارکس و آثار مارکس و بازگشت مارکس به اصطلاح اجندا یا دستور جلسات و فروش میلیون ها نسخه از کاپیتال و اینه که رو یوتیوب اینا وقتی میگردی مثلا دیوید هاربی کاپیتال درس میده، از هر نوارش چندین هزار، 20,000، 30,000، 100,000، 70,000 همینجور. اینا نشونه های به چپ رفتن دنیا هست. دیگه این که در اروپا مخصوصا اروپا رفورمیزم که ابزار اصلی کنترل طبقه کارگر بوده رفته زیر سوال، دنبال بدیل میگردن. توی آمریکا بازگشتی هست به اصطلاح
اتحادیه گرایی یا یونیونیزم سرخ. اینا در واقع به چپ رفتن دنیا بود که در مبارزات عمده کارگری خودشون نشون داد. از جمله همین الان جنبش اضافه کردن حداقل دستمزد در آمریکا به 15 دلار در ساعت، الان 7.25، جنبشی که اوباما رو ناچار کرده به کنگره بگه 10 دلار و 10 سنت بهشون بدیم. مبارزات اروپا رو هم دیدیم، تو فرانسه رفتن مدیرها رو گرفتن زندانی کردن، حکم دادگاه اومد پاره کردن انداختن دور. حالا بعدن الان بحثمون خیلی اینا نیست، مقصودم اینه که عموما بگم به چپ رفتن اروپا و آمریکا سبب شده که بورژوازی راست دنیا تمام نیروش و پولش و قدرتش و امکانات سازمانی و جاسوسی و همه چیز رو گذاشته پشت این راست. اما این راست خیلی هم خطرناکه براشون. فردا نازی‌ها رو تقویت کردن، معلوم شد مرافع خودشون رو به خطر انداخته، باید باش بزنگن. یعنی گفتم یک سیستم بسیار متناقضیه. الان اینا هستش، منتها در برابرش نیروهای چپ هم در برابر اینا خودشون رو بیشتر تقویت کنن، متحدتر بشن علیه اینا. این مبارزه موجوده. رأی دادن ها خب یه اعتبار نسبی داره، ولی آرا خیلی هم نشونه اون چیزی که در بیخ و به اصطلاح فوندانسیون جامعه دریان داره نیست. به نظر من همچنان چپ الان در اروپا و آمریکا نیروی اصلی ترن، منتها اینا رو نمیشه با آرایشون دید، اینا رو عوارض دیگه باید دقت کرد، چون اصلا کار انتخابات کار بورژوازیه. این دموکراسی دموکراسیه که یعنی حاکمیت بورژوایی در این شکل معین. بنابراین مقصودم اینه که در این حال که جای نگرانیه، منتها نگرانی باید سبب بشه که به درجاتی شده که مبارزه سازمان یافته و قوی تری علیهش به میدون بیاد. در پایان نتیجه گیری شما از روند کلی که تا حالا بحث کردیم و افق‌هایی که در آینده میشه بهش توجه کرد چی هست در این اوضاع؟ ببینید اینا رو تماما نهایتا اقتصاد تعیین خواهد کرد. الان اقتصاد چین که در 2008 مثلا 14% رشد داشت، الان به 7.5 رسیده. اقتصادش یه تو امور بانکی و ایناش که قبلا مشکلاتی نداشت، الان مشکلات خیلی بزرگی پیدا شده. این اقتصاد که همه بحث این بود که در 10-15 یا 25 سال آینده اقتصاد اول دنیا خواهد شد، خودش دچار مشکلات بزرگ شده. خود روسیه هم یک اقتصاد در حال رشد اما مافیاییه، خیلی نقاط ضعف زیاد داره. این ورم که گندیدن هستن. بنابراین اینها چه وضعی خواهند پیدا خواهند کرد، در برابر هم دیگه چی خواهد شد، ما باید ببینیم. اما به نظر میرسه که سوسیالیسم علمی یک بدیلی هست که بشر ناچار خواهد شد بهش پناه ببره. برای اینکه اینا نمونه عراق و افغانستان به خوبی نشون میده اینا میخوان دنیا رو چیکار کنن. وضعیت کنونی سوریه، سوریه به قول شما، یا مثلا قبلا تو همین یوگسلاوی قبلی. یعنی مقصودم اینه که اگه دنیا اینجوری رها بشه در دست اینا، اینجوریش خواهند کرد. اما جنبش کارگری هنوز متاسفانه در تحت نفوذ همین رفرمیست هست. اما گفتم یه امیدی پیدا شده که رفتن زیر سوال اینا بدیلی پیدا بشه. این یه امیده. یه امید دیگه هم اینه که ضدیت با سرمایه، در ضدیت با نابرابری خودشو بیشتر نشون میده. تو این دوره خیلی قویه، هر جا میری ضدیت با این نابرابری خیلی قویه. تا رفتن از ضدیت با نابرابری تا ضدیت با مالکیت خصوصی بورژوایی خیلی راه نیست. یعنی مقصودم اینه که به نظر من این روندها هستش و در اوکراین گرهگاهش شده. این گرهگاه رو تحولات طبقه کارگر اونجا تعیین کننده خواهد بود. امیدم هست، منتها هنوز نباید اغراق بکنیم. هنوز جنبش کارگری اون قدرت رو که باید هنوز نداره. سیرش رو باید در آینده ببینیم چی میشه. خیلی ممنون رفیق فریدون. من تو سوال خاصی نموده بود، همونطور که گفتم پایان بخش پرسشا بود که مطرح کردم. اگه فکر میکنین مورد خاصی هست در یک
فرصت زمانی کوتاه در خدمت. فقط خواستم اینو بگم، یک آشفتگی که از 2008 ما خیلی مشخص در این کشورهای سران کشورهای دولت ها میبینیم، اینجا هم خیلی خوب خودشون نشون میده. آمریکا و غرب اومده بودن اتفاقا دقیقا کریمه را از دست روسیه در بیارن، اون نیروی دریایی عظیمش اونجا بیرون بندازن، خود کریمه رو با خاکش و دمه همه چیز از دست دادن و تو این عرصه باختن. یعنی مقصودم اینه که قبلا استراتژی هاشون هر جور وارد می شدن بعد جنگ دوم جهانی اینا، مثلا علیه کمونیست های اندونزی کودتا می کردن، 1 میلیون آدم می کشتن، کشور رو دوباره به اصطلاح کشورش می کردن، تولید را می داختن. تو عراق میان مدنیت رو از بین بردن، کشتار و اینها رو جا گذاشتن، فقط نفت رو می برن. تا که این ادامه پیدا می کنیم، مقصودم اینه که این آشفتگی رو ما در اوکراین هم می بینیم و ما باید بدونیم که اگر کارگرای دنیا در برابر اینها به عنوان نیروی طبقاتی متخاصم صف ببندن، واقعا اینها اونجوری هم قوی نیستن. یعنی مقصودم این نیست که الان نیرو ندارن، ولی تناقضات و آشفتگی هاشون اینجوری خودشون دارن شکم و همو پاره میکنن. بنابراین به نظر من حرفم اینه که نیروهای کمونیست، نیروهای چپ سوسیالیستا، اینا امیدی باید امیدشون بیشتر بشه نسبت به گذشته. خیلی ممنون از حضورتون در این برنامه. ممنون از شما همکاران. خواهش میکنم. بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست ایران CPI و برنامه چشمانداز، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. در این برنامه با حضور رفیق فریدون ناظری در خصوص تحولات اوکراین و کشمکش بین قدرت‌های امپریالیستی روسیه، امریکا و اتحادیه اروپا گفتگویی داشتیم. امید است که این گفتگو مورد توجه شما قرار گرفته باشد. تا دیدار دیگر، موفق و سربلند باشید. بدرود. خیلی ممنون. السلام باشید.